خدا در زمانهای سختی و مشکلات در کناری که نگاه منطقی هم میکنم، اشکال ندارم، من نگاه منطقی شاید من عادت دارم که چراغ قرمزا رو پا میتونم رد کنم، اگر تصادفی شد از نظر منطق من مقصر هستم، من اینو نمیتونم گردن خدا بزنم. اما فرزندان خدا که به خدا وفادار هستن حواسشون هم هست، دقت میکنن ببینن از چشم خدا اتفاقایی که تو زندگیشون پیش اومده چیه، از چشم خدا نگاه میکنن تا درک درست روحانی داشته باشن. این سختی و این مشکلات نیومده که من از خدا دور کنه، اومده که علامت و ساین درستی باشه برای یک زندگی سالم تا من بتونم تحت اراده خدا زندگی کنم. وقتی از چشمان خدا نگاه میکنی ترس و نگرانی برداشته میشه، شک برداشته میشه، ناامیدی برداشته میشه، اونجا دیگه اتوریتی درست میاد، اقتدار میاد و با اقتدار بتونی عمل کنی با آنچه که درست هستش، ولی آرامش وجود تو رو خواهد گرفت. پس وفادار باش تا آرامشی و آرامش خدا رو داشته باشی. باز نویسنده مزمور 119 آیه 5 اعلام میکنه: در زمان مصیبت به وسیله کلامت تسلی یافتم، زیرا وعده تو حیات به جان من میبخشد. کاملا من رو در شرایطی قرار میده تا من بتونم این اطمینان رو داشته باشم که تو کمک من میکنی، تو قوت من خواهی و اجازه نخواهی داد که من آسیب بخورم. پس شک نمی کنم، با اطمینان نیستم، مشروطه برای اینکه عاشق باشم، اول آگاه میشم، بعد عاشق میشم، بعد وفادار خواهم بود. اما اگر آگاه نباشم، کلام نخونم، موعظه گوش نکنم، در حضور خدا از روح خدا پر نشم، چگونه میتونم عاشق باشم؟ و وقتی عاشق بودم چه کسی هست که کسی رو دوست نداشته باشه ولی بهش وفادار باشه؟ این شعاری میشه نخواهم. شخصی میره پیش کارفرماش میگه میشه یک هفته من مرخصی بدی؟ کارفرما میگه تو که همین چند روز پیش از دو هفته مرخصی اومدی، برای چی میخوایی یه هفته رو؟ گفت خیلی مهمه، میخوام برم ازدواج کنم. گفت بچه رو همون دو هفته نرفتی؟ واخه میدونی راسته نشه ایف هم اومد مسافرت همون به هم بزنم، تعطیلات همون خراب. امروز مسیح برای ما چقدر ارزش داره؟ اگر حقیقتا ما مسیح رو دوست داریم بهترین وقت میبونیم، اولویت وقت تو صبح ها بود، شب ها میتونی خیلی خسته هستی با اون وقت بذار و اجازه بدی که قوت خداوند نیز در زندگی شما عمل کنه با آنچه که میتونه درست باشه.